در بیست سال 1393 زنگ بسدا تا حکومت به نام حکومت وحدت ملی شکل بگیرد تا مردم افغانستان به سوی یک فردای جدید گام بگذارند و این فرمان دقیقا آن زمان زنگش بسدا درآمد که بونبست ها و جنجال های انتخاباتی فضا را برای مردم افغانستان به شدت تنگ ساخته بود نه تنها مردم افغانستان حتی جهانیان را هم زده کرده بود که در این سرزمین چه جریان دارد چرا دو جریان در کنار هم نمی آیند یا یکی پیروز نمی شوند یکی شکست را نمی پذیرد این جنجل ها سبب شد تا پای فرد از اون طرف مرزها به اسم جانکیری به افغانستان کشته شد ایشان آمدند و توافق نامی را میان دو تا فرد گذاشتند تا بر اساس آن حکومت را شکل بدهند همان شد که با وساطت آقای جان کری دو فرد پای یک سند امضا کردن که بر اساس آن امروز ما حکومت را بنام حکومت وحدت ملی داریم اما چه چی چیزهای به عنوان اساسی ترین زیر ساخت های این توافق نامه برای مردم افغانستان باستاب یافت از گزینه های اساسی آن اول برگزاری جرگه و تعدیل قانون اساسی افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی که تا هنوز هم بالای آن جنجال وجود دارد از نسب رئیسش گرفته تا به شاخ و برگ پایین ترش ایجاد پست ریاست اجرایه و تفکیک کابینه و شورای وزیران اینها از سنگ بناهای اساسی این توافق بود و این توافق نامه به عنوان خط قرمز میان دو تا رهبر تعیین شد تا اینجای کار اختلافات هم به وجود آمده نه تنها در میان این دو فرد و دار حتی در بیرون از مرزهای افغانستان هم جنجال های شکل گرفت بر فرض وقتی این دو رهبر به آمریکا سفر کردند سخن آقای جانکی را شاید همه کس به یاد داشته باشد کو گفت آقای غنی هیچ نیاز به شریک سیاسی در کنار خود نداشت اما به دلایل منافع ملی افغانستان این حکومت را شکل داد و روز دیگر آقای عبدالله هم نارضایتی خودش را در یک کنفرانس این گونه ابراز کرد که پست ریاست جایی یک پست تشریفاتی نیست یک پست خیالی نیست یک توفه از طرف شخص یا اشخاص نیست یک وظیفه به نمایندگی از قشر یا گروه نیست بلکه به عنوان یک مقام در دولت وحدت ملی است این جنجال ها پایان کار نبود موارد اختلافی زیاد دیگر هم شکل گرفت برفرض کسانی که طرفدار رئیس جمهور یعنی آقای غنی هستند اونها میگویند که وظایف ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی افغانستان شکل گرفته اما وظایف ریاست اجرایه در هیچ جای متبلور نیست و بر این اساس دغدغه‌ها و اختلافات وجود دارد از آنکه که پا فراتر بانیم بحث جنجالی کلان در مجلس نمایندگان بود پس از هفت ماه از گذاشتن اون توافقنامه ایدی در مجلس چون دیدگاههایی دیدگاه های داشتند یکی از وکلا گفت که پست مشخص ریاست اجرایی مگر در کدام قوانین افغانستان تذکر رفته که ما بر اساس آن بتوانیم بودیجه در پای آن تصویب کنیم کسی دیگر از نمایندگان صدا بلند کرد که خب شما که اینگونه میگین پس این صندوق های رای گوسفندی را کی پر کرد و چگونه یک حکومت را شکل دادین حتی رئیس مجلس هم زبانش باز شد و گفت اگر ریاست اجرایی در هیچ قانون نامده پس این حکومت وحدت ملی در کجای قانون اساسی افغانستان آمده وکیل دیگر گفت که نه ریاست اجرایی و نه ریاست جمهوری هر دو تایش مشروعیت نداره فرد دیگر گفت که اگر در قوانین افغانستان نموده خلاف قوانین افغانستان است اما خلاف قوانین اسلامی نیست ما نیاز داریم در یک شرایط حساس حکومت را شکل بتیم و افغانستان را بکشیم به پیش امشب روی همین مسائل و دقدره اساسی که کدام طرف مشروع است کدام طرف مشروع نیست چرا هنوز هفت ماه گذشته هنوز اختلافات کلان و درز شکاف عمیق وجود داره از میان خود ارگ گرفته تا به مجلس نمایندگان اما پیش از اینکه به این بحث بپردازیم همکارم ادیب نویم با تازه از افغانستان جهان سپاس گزارستم منایت روزنامه های داخلی نظیر انیس چراغ ویسا و افغانستان در پیوند به موضوعات مهم اشاره کردند. روزنامه انیس روزنامه دولتی انیس در سر مقالش نوشته که اعضای کابینه تمام مسئولیت های کاری را بردوش گرفتند نویسنده گفته است که وزرای کابینه در حال مراسم تحلیف را جا آوردند که افغانستان نسبت به هر وقت دیگر با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو است. سر مقاله نویس نوشته است که رئیس جمهور غنی از وزرا خواسته است تا در طول سه هفته پلان کاری صد روز نخست خود را به او بسپارند. و روزنامه چراغ روزنامه چراغ نیز در مطلب به این مسئله اشاره کرده و گفته است که اعضای جدید کابینه بر رهبران سنتی خود وفادار نخواهند بود در مطلب آمده است که اعضای جدید کابینه بر اساس روابط با بزرگان سابق جهادی و احزاب سیاسی در نظر گرفته شده اند. نویسنده در مطلب به نقل سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است که سیاست آنان بر بنیاد حزب نه بلکه بر اساس مشارکت ملی بنا شده است چراغ نوشته که وزرای جدید کابینه افراد فرمانبردار هستند و روزنامه ویسا روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب بنقل نقل از عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح نوشته که امریکا و ملل متحد در برابر پروسه صلح مانع ایجاد کرده است در مطلب آمده است که وضع تحریم بر برخی از طالبان از سوی امریکا و ملل متحد از مشکلات و موانع جدی در موضوع صلح به شمار میرود و فرجام روزنامه های داخلی افغانستان روزنامه افغانستان در رابطه با پروسه صلح اظهارات سخنگوی وزارت خارجه این کشور را به نشر رسانده که گفته است در مورد صلح به همکاری های پاکستان امیدوار هستند در مطلبی در این رابطه آمده که حکومت افغانستان هنوز نیست به موقعیت پروسه صلح خوشبین بوده و نقش پاکستان و چین را در این مورد مهم میداند و نشریه خارجی استارس استریپ در بخشی از مطلب به حمله انتحاری مرگبار اخیر در شهر جلال آباد کرده است در ادامه آمده است این حمله مسئولیتش را داعش به عهده گرفته و در نتیجه کمبودی ها در میان نیروهای اطلاف در بخش جمعوری اطلاعات استخباراتی صورت گرفته است نشریه همچنان نوشته است در نتیجه این مشکل در بخش جمعوری معلومات استخباراتی ممکن داعش به دیگر بخش های افغانستان نیست جای پا باز کند مرور بر مطبوعات چاپ شده کابل و خارج از افغانستان بود و حالا هم آغاز برنامه آماج با عنایت مدرس سپاسگزار از خودت همکارم ادیب نویم بود با تازه های از افغانستان و جهان و شاید این سه تا سال در این بحث از اساس ترین سوالات باشد یکی این که میار حکومت وحدت ملی چیست؟ قانون اساسی یا توافق نامی سیاسی؟ دو، آیا صلاحیت های پست ریاست جای مساوی به صلاحیت های ریاست جمهوری است؟ و سوم، آینده این حکومت چگونه خواهد بود؟ متزلزل یا پا بر جا. و مهمان گرامی که با من در این بحث حضور دارند آقای صادقزاده نیلی عضو مجلس نمایندگان آقای دکتر داوود راوش رئیس حزب مردم افغانستان و آقای عبدالجبار قهرمان همچنان عضو مجلس نمایندگان مهمان گرامی به بس خیلی خوش آمدین تشکر جناب آقای کرمان بگذارین سال اول را از شما بپرسیم و سوالی که ممکن در ذهن تک تک مردم افغانستان پس از جنجال که در درون مجلس امروز شکل گرفت شکل گرفته باشه از همین پست ریاست جایش شروع بکنیم فکر میکنین این پست واقعا مشروع است مشروع نیست معیارش چی است همون توافقنامه سیاسی است یا قانون اساسی افغانستان جدا دیدگاه شخصی شما چی است بسم الله الرحمن الرحیم لمرای لدون کو تا دمیز مل تا تاس تکنیکی هم خپل سلامونه و نیکی دی وړاندې کوم یو قوانین دی یو ملی و چې چیز په مخ کې په قوانینو کې دغه څه چې موږ د لیو عادت په نامه یو حکومت رامست کې په قوانینو کې په اصول کې په پرنسيب کې ځای نه لري ولزرورات ته جمعي مشکلات په جمعي کې غوښتنه د جمعي بیا بل څه دي قوانين هم انسانانو جوړي اغه هم داسنه دي چې د اسمان څخه ځکه ترکوزيږي اغه د انسانانو مسول دي کله چې انسانان حالات درکيي شرایط درکيي بیا په دې قوانینو کې تغییر مراولې د هیڅ مشخلګو دا چانس او مجال نه دي پیل کړی تر اوسه پوری چې په قوانینو کې تغییر راولې ول د ضرورت لمخ څه د توافق لمخ څه د یو په دي نه تجته توا رسیدل چې د وطن د بونبست حالت هغه وایسي یو شی رامنسته کې چې دواړو طرفینو ته د قبول وړ وګرځي بل په نتیجې کې د توافق دا حکومت منستر أغلي اوس موږ د فارابيا معیار باندې توافق ووسو کچېلې زموږ د پاره د حکومت د ملي وحدت په نامه باندې د کابل وړوي او په استلاب باندې دغه توبېت کړې وي نو بیا ورته په کار د په استلاب باندې چې هغه توفقات په منسکې موجوده پر غوي باندې باید اخلاصمندانه ګام پورته سي دوه لاره طرفه باید اخلاص ولري صداقت ولري اول خو په استلاب باندې قوانين طرف شو لاندې کړل د دوه لاره لاندې کړل قوانين خو پایمال سول ول بیا چې ضرورت اساسو ته ضرورت لمخې مش د رحمانځي <سؤال> ته سو د وطن د بنبست حالت د استولو موضوع سو بیا توافق ته خبر اوراله توافق به د عمل <سؤال> نه دي شکر سوی دي و سر مزه مشوره دادا زما زیر پر دی جوړ دی چې بالکل د توافق ته دوی صادق پاتاسي دواړه طرف په دیو پادار پاتاسي په دغه وړو وړو مسایلو باندې نور د وطن شتاب حالت ساتل د ظلم دي د وطن سره دغه وس پیل دغه شی وړو مسایلو په ای زارعولو سره یو تراب کی په بل تراب کی زموش ټولنه ارارخزه یو شتاب حالت لري امی اجتماعي اړتیا میا میا اړتیا اړتیا پرتی پی اړتیا اقتصادي اړتیا په کار د چا ټولنه ماشين چرخش باید پيدا کی دا چې په هر شکل ممکنه ده حتما قوانینو ته هم دومره چنګار نه دی په کار ما در ټول چې دا الهي قوانینو نه دی خدای قوانینو نه دی دا بندګي قوانینو دي انسان په خپل منځ کې نشته دي بعضي اصول او پرنسپونه د خلک لري دا باید پلس کال کې پر 15 کال کې تجدید نظر باندې وشه اول هغه انسانانه نه پوي چې پلس کال کې لوی تغیرات راځي بیا چې دوی پاس د څو کالونو څخه یو مشکل لساس کې توافق سره وکی بلکوس باندې دوارو ته مشوره داد چې وسنو پر توافق باندې اخلاص وکي صداقت سره وکي دروغ نه سره وکي اما آقای کرمن چې چیزه کې بره مردوم افغانستان واضح شده امین اخلاص او صداقت راکې شما از شات میکونې شاید مردوم افغانستان هم انتظار شده ولی تا این جای کار چند بار شده که سر صدای از هر دو تا طرف شکل گرفته این که یک طرف مثلا تخطی کرده یا نقص کرده حتی در آخرین مورد باز هم آقای جانکری تماس تلفنی داشت با این دو تا رهبر که شما این کار نکنین خوب نیست فکر میکنین چرا هنوز که هنوز است اختلاف وجود داره میان یعنی این دو تا ما در دی پزاپ او کمزوری پوری پدوار طرف پوری اړه لري دوی تا تا پر سپورت او اصولاته مته نه پاته کیږي او خپل مابین کې پر وړو مسایل باندې لجم استراوړي د پر دې دلالت کی چې دی واړه خلک دي که چیرې دوی غټ خلک وو شي او دا وته لوی گټ نور ته ارزښت ولري نو بیا دا وړی خبري بيخيب په ماسیبک سره نه ناولي توافق وسو کاونی پر صورت باندې قوانین او سیکا چې تا درلوده د قران چې قولې هغه خو تاسو ترپ شو لاندې کی په اصول خنول لارس بیا موږ په خپل مابین کې ودې نتیجه ته ورسېداس چې د وطن په بنسټه باز سودا مشکلات ال پروا نه کیږي کې یو اندازا قوانین ترپ شو لاندې کو بعضي توافقات پر سرو کوو نو توافقات په اخلاصمنده نه درې عدالت پکاردې هر طرف کچیر ماجرای جوی کی او یو ور مسایل مطرح کی دا پر دې دلالت کوي چې د وطن لوی ګټه ارزښت نه لري دې باکت ګروهی ګټي ارزښته لري په هغه صورت کې بیا د دوی سرنويش شندان په اصطلاح انماته ښکولي نش کاري او په تاریخ کې به ما کې مجلس ملت به مخزنی واري او ډیر به په بد معلوم شي ډیر به کمزوري معلوم شي بسیار تشکر